برادر عزیز امیر مو موت هستیم هر یکی مو امیر هستیم هر یکی مو باید یک فکر داشته باشیم هر یکی مو باید یک کسی دیگر هدایت کنیم یک کسی دیگر هستن امروز برادران هستن که 50 ساله شدن 60 ساله شدن اما مسئله غزه رو امسال فهمیدن که یک سال پیش از وقتی هجوم اسرائیل وقتی که حماس به اسرائیل هجوم کرد و بعد یک سال فلسطین ها رو قتل کردن بعدا اونها فهمیدن که فلسطین است و غزه است اینها در دنیا وجود دارن برادر هایی که از 50 60 سال گذشته است درست ما شما امروز باید اگر میخواهید که امیری که باشد باید چند قدر که میتوانیم فهم کنیم به یک کس به یک سخن به یک در اسلام اومده است که اگر میدونی که همین دست شستن پاکیزگی از اسلام است اگر تو از اسلام همین قدر میدونی باید همه فهم کنی باید یک کسی گرم آگاه کنی اگر که تو میخواد کشتری اسلام و کشتری مسلمان ها باید فهم کنی آگاه کنی هر یک مسلمان ها و در مسئله های دیگر که گفتن در باره پیشتری دولت هایی که مثلا دولت های کفری اگر بگیم دولت های کفری ما باید رو هفته نشنید چون که تقریبا 100 یا 120 سال است که تمام قدرت در دست کفار است از دست مسلمان هم به دست کفار گذاشته است 100 یا 120 سال تا این دم ببینید اگر اینها پیشرفته می بودن اگر عقیده و چیزهای اینها که درست می بود در 120 سال اینها دو بار جنگ جهانی کردن هر دین جنگ جهانی در اروپا در اون دولت ها گذاشته است در هیچ دولت مسلمانی جنگ های جد جهانی با وجود نامده اگر که اینها پیشرفته می بودن اگر اینها عقیده و یک تمدن می داشتن اینها هیچ وقت رخ نمی داد درست اینا میخواستم برای اون بودم و بگم که فکر میکنم که دولت های امریکا و اروپا این همه پیش رفتند این ها تمدن دیگر هند این ها یعنی که فکر میکنم که اگر مسلمان باشی یعنی که تو بیا که خفا زده ای بیا که از اونها دوری بیا که تو در عصر سه و چهار ماندگی اما هیچ وقت اینتر نیست و خیلی که دانشمند امریکایی میگرد وقتی که مسلمان ها لباس داشتن ما برگ درخت میپوشیدیم یعنی که ما تا آن درجه ما پیش رفته بودیم اما 100 یا 120 سال است که بعد از پاش خوردن خلافت عثمانی و بعد از اینها یعنی که مسلمان ها به این حال افتادند تقریبا یک درست پیش تماشا کرده بودند لاورنس اروینسکی جاسوس انگلیسی خلافت عثمانی را برهم زد عرب ها را بر ضد ترک ها شورانیده بود نقل کرد که من آنچنان نقش مسلمان را خوب بازی میکردم که حتی در ساعت های یک دوی شب وقتی که هیچ کس مرا نمیدید من نماز تهجد میخوندم یعنی که ببینید وقتی یک کافر از صدق دل کاری خود را اجرا میکند خداوند البته برای غالبیت را نصیب میگرداند وقتی ببینید که یهودی ها 50-60 هزار مسلمان را میکشند اما متحد که هستند آنها غالب میمونند ببینید هست اتحاد اروپا ایالات متحده امریکا بود اتحاد جماهیر شوروی همه اینها اتحاد هستند اما از ما چی ساختند عراق سوریه ایران تاجیکستان ازبکستان قزاقستان که در هیچ جا اتحاد نیست از خود اونها باشه در همه جا اتحاد اتحاد اروپا دولت هایی که چندین دولت ها پولشان یک واحد پولیشان یک ارتششان یک سرحد ندارن با یک زبان دولت میزنن آزادانه با دیگر دولت ها رفت آمد میکنن که ما باید اون خیل باشیم درست اما از بس که در بین ما اتحاد نیست و اگر اتحاد هم که نباشد هزار ساله های دیگر باز چگونه که در فلسطین و غزه مراکش تایسودم هزار ساله های دیگر باز هم خیل کشتار باز هم خیل چیزها ادامه میوبد تا زمانی که مسلمان ها اتحاد نباشند مسلمان ها با یک دیگر گناه ها یک دیگر نباشند مسلمان ها باید ملت خود را فراموش کنند مسلمان ها فقط باید به یاد مسلمانی خود باشند اگر امروز من تاجیک باشم و شما ایرانی و باید دیگر افغان باشد و عراقی باشد و مصری باشد هیچ وقت مسلمانی هیچ وقت اسلام غالب نمیآید اگر که همه ما ملت پرست باشیم باید از ملت خود را فراموش کرده فقط مسلمانی خود را به یاد بگیریم مسلمان ها همه برادران همه خواهر برادران خیلی که امروز چی 50 دولت کفار یک جا شدن نه تا میک سازد و به همه دولت مسلمانی خجا میکنند ما هم باید 2 میلیارد مسلمان همه یک جا باشیم و خدا اگر همین 2 میلیارد مسلمان حقیقی باشد مسلمانی باشند که از صدق در راه خدا باشند و خدا اگر یک سنگ پرتاب کنند با امریکا تای سنگ میماند بار اما افسوس که در بین ما متحدی نیست و در برای یک چیز دیگر میخواستم صحبت کنم در برنامه پیشینه روز سه‌شنبه هفته گذشته بود یک چند برادری که به تاجیک بودن تاجیک رافیزه بگیم اگر خطا نمیکنیم به حد در کمیده رو هر حد در کمیده در گناه سخن ها می نویش که ایران می خیلی است ایران می خیلی است اولا گفتم اینم که اون برادر نامش به حرف یهودی نشدگی بود من نام یاره خونده نتون نیستم و نمیدونم که نامش چیست چند جوابم با او گفتم و می خواهم گفتم که برادر هیچ چیز رو نمیدونست اما حمله ایران رو به اسرائیل دید و فکر کرد که تمام اینها درست هستند و اون نویسوندم که ایران 45 سال است در 45 سال یکم بار
دویم بار استخلال دویم بار است که حجوم میکنند در اسرائیل حجوم نیم که موشک پرتاب میکنند اما ببینید ایران در دو بار که موشک پرتاب کرد 500 موشک قریب 500 یا 600 موشک پرتاب کرد از 500 600 موشک یک فلسطینی کشته شده است هیچ یک یهودی نه جراحت برداشته است نه زخم برداشته است نه هیچ چیز اگر شما توجه داشته باشید 500 600 موشک در جامعه است صدام حسین سال 91 48 موشک پرتاب کرد و 48 موشک خود اسرائیل و اسرائیل به خود خون کشید اما ایران با 500 موشک یک فلسطینی هم میکشد خلاص برادر باشد میگفت در کمیت ها میگفت ایران حجوم کرده است ایران خیلی ایران خیلی گفتن که ایران 45 سال است فقط همین خیلی حرف میزند ایش کار نمیکند نه گفت ایران یک سال است همین کار را میکند برادرات نه حتی نمیدونند تاریخ را نمیخونند نمیدونند که چیست همین یک ویدیو را میبینند تمام فکر میکنند حق همین است همین است از همه برادر خواهش میکنند وقتی که یک چیز را میبینند از حتما را تحقیق کنند حتما خوانند حتما آگاه باشند که از کجا برآمده است پیدایش است از کجا چیکار کرده است ببینید در کانال های روسی هم پخش شده چند روز پیش نمره ها 20 نوامبر سال 82 هواپیمایی که از آمریکا پرواز میکنه به اسرائیل از اسرائیل به ایران بعدم از ایران به خاک ارمنستان و خاک آذربایجان که اون دوره ها در زیر اطاعت شوروی بودند به خاک آذربایجان پرواز میکنه و از حریم هوایی شوروی رو رد میکنه شوروی باشد هواپیما رو سرنگون میکنه بعدم میفهمم که هواپیما از آمریکا و اسرائیل به ایران سلاح میارد و حدود 8 سال ایران رو اسرائیل تامین میکنه با سلاح در زمان جنگ ایران و عراق بله در زمان جنگ ایران و عراق به نام قضیه واترگیت در آمریکا معروف است سرچ بکنید بله که بعداً افشا شد حتی رهبری همون وقتی اسرائیل سال 91 کشته شده بود اسحاق رابین وای خودش میگوید که ما با رژیم ایران هیچ مناسبتی بدی نداریم اونها برادران ما هستند این هر برادری که باور نمیکنه برادر مرحمت در یوتیوب در همه صفحات اجتماعی هستند مرحمت میبینید درست حتی نمارهای دیگر هم هستند که در ایران اعتراف میکنند که برای نابود کردن ریاکتور اتمی عراق موساد و چی میگن نام دیگه شو فراموش کردم ایران و اسرائیل یعنی برای کلی بگیم اگر ایران و اسرائیل همدست شدن ایران در ایران هم اعتراف میکنن همدست شدن ریاکتور اتمی که باید بمب اتمی صدام رو تشکیل میداد و نابود کردن هر دوش در یک جایگی درست حالت است که هر ایران اعتراف کرده است که با اسرائیل هم یک جای عمل کردن و ریاکتور اتمی عراق رو نابود کردن درست. و گفتن که رافیزی ها هیچ وقت دوست نمیشن هیچ وقت برادر نمیشن ببینید که در یک سالی که 50,000 فلسطینی کشته شد ببینید در حتی رهبری حماس رو هم کشتن اما اینها هیچ اعترافی نکردن درست. هیچ کاری نکردن اما وقتی که مثلا نصرالله کشته شد مثل موش کشته شد اونها مثل سگ میجکیدن باور کنید مثل سگ عکاس میدادن مثل سگ در زیر زمین هم مردن الله رحمت کند نمیدونم شاید برای کسی وای خواهیم باشد برای کسی جنایتکار باشد شخصا برای من صدام حسین قهرمان بود به هر چی گناهی داشت همه ما گناه داریم به هر چی گناهی داشت مثل شیر برآمد میکرد مثل شیر میگفت مثل شیر هم الله به او مرگ عطا کرد به کلمه شهادت که حال نوارها روش هم هستن که صدام حسین به کلمه شهادت میمیرد خب هر چی گناهی کرد هر چی کرده باشد شاید خدا را بخشیده باشد درست اما ببینید که مرگ اون طور میشود اینها با مثل سگ میجکیدن با مثل سگ عکاس میزدن با مثل سگ هم مردند امروز حسن نصرالله فردا باشد خامنه ای فردا دیگر اش که انشالله پیروزی از آن مسلمان هاست و اینها هم انشالله که روی اصلی اینها روز تا روز باش شده ایستاده است زنده باشید برادر عزیز تشکر از شما سلامت باشید استاد عزیز خدا نگهدار